سلام، من سفریدری هستم، به کانال یوتیوب من خوش اومد. امروز اومدم شهری که زندگی میکنم، یعنی ماندار، رو بهتون نشون بدم. ماندار تقریبا بگم یه خورده بیشتر از 11,000 نفر اینجا زندگی میکنن. خیلی شهر قشنگیه، خیلی پولاره. هر موقع تابستون میشه کل مردم نروژ از شهرهای مختلف میان اینجا به کشتیهای بزرگ میشن. بگم اینجا همین کوهی که الان روش وایسادیم، یعنی همین جایی که داریم ویو رو تماشا میکنین، اینجا تو جنگ جهانی دوم چون مردمی که چیز نبودن، نظامی نبودن، اینجا تونل درست کردن همین پایین اینجا که قرار اونجا رو بهتون نشون بدم. ارزم بگم ماندال یکی از شهرهاییه که به یه نوع ماهی که اینجا بهش لاکس میگن خیلی مرده. اما یارم حتما یه عکسشو براتون تو ویدیو میذارم. خب همونطور که میبینید اومدیم به اولین یکی از درهای ورودیه به تونل، که همونجوری هم که میبینید اون بالا هم کوهه که وسطش تونل زدن. این یکی از درهای ورودی شد. داخلش هم انقدر بزرگه و انقدر تاریکه که نمیدونم یه جور دودلم برم داخل رو بهتون نشون بدم یا نه. خب اینجا که گفتم دیگه از جنگ جهانی، نزدیکای جنگ جهانی دوم بوده که برای مردمی که غیر نظامی بودن این داخل قایم میشدن. داخلش هم خیلی بزرگه، بتونیه، خیلی مقاومه، خیلی هم قشنگه. حالا بیاین یه خورده از داخلش رو ببینین. میترسم توش جنمن باشه بگیرتم، اگه نمیرفتم داخلم بهتون نشون میدم. ولی میرم داخل بهتون نشون میدم چون خیلی بچه نترسی هم و با دل و جرأت هم. خب همینجور که میبینین اینجا هم تونله، این یکی از درهای ورودیشه. بکنم یه دو ست تا در دیگه هم داره همونجوری که من میدونم. دو تا از دراشو بستن، یه درشون به اون بره کوه راه داره. حالا اگه دوربین یه فلش موبایلم جواب داد روشن کرد، میرم داخلم بهتون 100% نشون میدم. حالا بریم از ویو بیرونش لذت ببریم. همینجور که اینجا رو میبینین این صندلی قدیمی خوشگل، خیلی جای دو نفره ایه برای اونایی که فاز لاف دارن. قشنگ آره، یه فاز عاشقونه اینجا خفنه براش. خلاصه اینم ویدیو ماندا. خب الان هم اومدم تو شهر، یعنی تو سنتروم ماندا، و گفتم که سنتروم هم بهتون نشون بدم، یه خورده مغازه های اینجا هم بهتون نشون بدم، پس کودش کنم بهتون نشون بدم که باز بریم بقیه جامعه ماندالو بهتون نشون بدم. بعد چون نمیخواستم تو مغازه هایی که میرم تو ویدیو صحبت کنم و به تو توضیح بدم، چون یه خورده برای اینا چیز میشه، شکاک میشم این داره چی میگه یا فکرشون درگیر میشه، گفتم صحبت نکنم، فقط ویدیو بگیرم از لباس ها، از مغازه هاش، بعد میذارم دیگه برای تو. خب بریم که داشته باشیم.
Gradi sa film eri son? No, no, no. اینا که سیمی ریون دارم گوشی دارم مارک جکسون دارم ویلیام و اگه من اشتباه میکنم شرمنده سیمی ندارم بیشتر گوچی بزندم که ندارم دارم ولی زنان از مردونه نیستشون نمیدونم دیانجی بشون بکنم چه میگفتم فکر نکنم دیانجی بشه مطمئن نیستم اینا تو نروژ خیلی زیاد چیز داره طرفدار داره اکثر نروژ اینا نمیتونن چون برای موقعی که میرن اسکیت رو برف نمیدونم این خوبه یا چی همه روش استفاده میکنن زیاد ارزون هم نیستم خیلی گرونه این سفیدش قشنگه برگرای خیلی خوبی داره ولی سیب زمینی هاش زیاد باحال نیست سیب زمینی های مکدونالدز خیلی بهتره تو برگر کینگ میگم که کارمنداشون هم یه درب به بیرونش یه درب رو به شوکو سنترش بعد اون پشتم اونجا هم یه در دیگه داره که رو به دریا باز میشه اونجا هم میشینم غذا میخورم اینجا هم خیلی جای خوب که آدم بشینه غذا بخورم تو این بالکن بغل دریا جلو آفتاب آره دیگه کارم هم راستی این پوله که یه خورده رد بشم برم جلو تر کارم هم اونجا سر کار ولی اگه باز دوست داشتین از سر کارم یه بلاگ براتون درست میکنم خب اونجا هم میز و صندلی داره اونجا هم برای همین فست فود هست فکر کنم تا چند وقت دیگه اونجا هم میز و صندلی بذارم برای نشستن اون جلو منظورم بعد اون پایین هم چیز بوتیک هایپر مارکت اسم راماتوسن آره اینجا هم که پارک یه جور جا پارک قایقاش به قایقاشونه قایقاشونو پارک میکنن میرن اینجا خرید میکنن بعد میان بیرون بعد دوباره میرن تو دریا بعد حالا این طرف ما دریا رو هم براتون نشون میدم این طرفش که آدم مستقیم اون خیابونو بره راه داره به دریای بزرگش دیگه یعنی همون جایی که خیلی معروفه و بزرگترین شن ساحل کل نروژ تو همین شهره که اونم بعدا بهتون نشون میدم اونجا بعضی موقع کنسرت میشه کنسرت های کوچیک محسن بارایی که اینجا یه حالا میان میشن اینجا مشروباشون میخورن موزیک لایو میبینن خوش حال میکنن بعد اینجا سه تا باره که چسبیده به هم اولی اینه اسم مارنا دومی هم به اسم تته که این بالا هم جا داره برای نشستن بعد حالیتته این یکی اسمشو دقیق نمیدونم چیه فکر کنم مال تته هم باشه نمیدونم ولی چون دوتا ست تا در جدا داره فکر میکنم ست تا چیز مختلف باشه یعنی دوتا رستوران فقط نباشه شاید ست تا باشه اینجا هم که صندلی داره آدم میشینه اینجا از آب و هوا و هوای تازه استفاده میکنم خوشیدم به جنگل قبل دریاه یا ساحل خیلی جنگل بزرگ و قشنگیه و همه طرف ماندال هم راه داره مخصوصا یه قسمت از ماندال بعد خیلی مردم میان توش ورزش میکنن یعنی میدونن یا همینجوری برای نفس تازه گرفتن میان بیرون و مدرسه هم خیلی از چیزاشونو میارن دانش آموزاشونو میارن اینجا برای مسابقات دو
که مسابقات دوم میذارم برای دویدن. بعد اینجا شب هم که یه خورده تاریک میشه، این لامپا رو اگه دقت کنین، این لامپا اینجا روشن میشه، رنگ زردی داره که خیلی قشنگه. کلا این راه خیلی قشنگ میشه تو شب. بعد یه جور پارکه دیگه، یه جور پارکی که هیچ جاشو دست نزدم، همینجوری گذاشتم طبیعت چیز باشه، کلا سبز و قشنگ باشه. یه خوردم از پشت سرمون بگیرم، بعد بریم تا جلوتر دریا رو بتونشون بدم که دریاش خیلی دریای قشنگیه. حالا بریم که با هم ببینیمش. خب کم کم داریم نزدیک میشیم به دریا. گفتم یه خورده توضیحات در مورد اینجا بدم. هنوز هوا خیلی گرم نشده، یعنی اول تابستون تازه هوا گرم شده، ولی دریا آماده نیست برای شنا کردن و برای هوا اونقدر گرم نیست که مردم بیان بغل ساحل بشینن و آفتاب بگیرن. هنوز شلوغ نشده ولی اینجا خیلی شلوغ میشه، چون از همه شهرهای نروژ میان اینجا. اینجا هم جنوبی ترین شهر نروژ، یعنی از این شهر دیگه به بیشتر جنوبی پیدا نمیشه. یعنی کلا تو نقشه هم که نگاه کنی بزنی موندال میبینی یه خوردم از جنوب تو جنوب تره، اینجوری بگم. بعد اینجا هم که دستشویشه، بعد این آهن بغلش هم که ببینین یه جور حمومه، یعنی یه جور دوشه که مردم وای میسن سرپا دوش میگیرن که ماسا و شنایی که تو ساحل دراز کشیده بودن ازشون بره بیرون. بعد اینجا هم که کم کم داریم به دریا نزدیک میشیم، همونجور که اینه حال هوا خوبه، مردم اومدن اینجا نشستن تا یه خورده لذت ببرن. مثلا اینکه هنوز گرم نشده، بعضی اومدن اینجا میخوان خونه های شنی درست کنن و این لوازمشون. همونطور که میبینین اون از اون ته شروع میشه، از اون اول بغل اون آپارتمان 3-4 طبقه یه شروع میشه. بعد زوم بیارم پایین، بعد میره تا اون تپه. تازه اونجا تموم نمیشه، پشت اون تپه یعنی این سنگی که این پایینه، اینو از روی این رد بشی باز دوباره یه ساحل دیگه میبینی که رنگ شن اونجا تقریبا یه خورده با شن اینجا فرق میکنه، یه خورده سفیدتره که اینجا بهش کارامل میگن، اونجا نمیدونم دیگه سفیده، شنش یه خورده فرق میکنه. اینش عجیبه تو این دریا که چرا کلش یه دریاه ولی اون ساحلش رنگ شنش یه جور شن دیگه یه. حالا فکتش هست که مردم میگن اون شن اونجا رو از یه طرف دیگه بوده. بعد یه چیز جالب دیگه بهتون بگم، اینا فکته، اینا من شنیدم. اینی که میبینیم وسط این دریا اینو نردبون درست کردن که یه خورده کجه، این حالا یه جور نردبون مارنده که یه خورده کجه. میگن قبلا ها قدیما که تو همین کشور نروژ میخواستن ماهیاشون رو خوش کنن، بعد بهش نمک بزنن، اونجا آویزون میکردن که هم با نور آفتاب خوش بشه، هم موجی که میزنه به این صخره ها آبی که میپاشه روش یه جور نمک طبیعی دریایی بگیره. که حالا بریم جلوتر، میخوام این چراغ دریایی رو بتونشون بدم ولی پشت درخت نمیشونش، بریم جلوتر اونم ببینیم. خلاصه رسیدیم به این چراغ دریایی. این چراغ دریایی اگه بگین چه کارهایی داره، برای زمان قدیم مردمی که با کشتی از تو دریا می اومدن، این میتونست یه جور نور بده که بدونن آره اینجا ساحله. یا چند تا چراغ دریایی داره اینجا که مردم فکر میدونستن که این کدوم ساحله یا کجا میتونن بذارن. حالا فکر نکنم کار بده، ولی یه دو تا دیگه هست مونده اونا کار میده هنوز. شبا آدم بره رو کوهی که اول ما بودیم اونجا وایسه قشنگ نورشون رو میبینن. بعد این نور میداده که مردم ساحل رو پیدا کنن و بدونن کدوم قسمت از شهرم هستن. خلاصه میخواستم بگم که ماندال خیلی جای بیشتر و قشنگتر و دیدنی تری داره که یه خورده پیاده روی کردنش سخته، یعنی بزرگتر از این چیزیه که من دارم تو یه ویدیو نشون میدم. خیلی جای بیشتر و قشنگتر و دیدنی تری داره، چون من یه خورده پیاده روی دارم میکنم، برام سخته اونجا رو نشون دادم. تقریبا فکر کنم با ماشینم 5 یا 10 دقیقه طول بکشه آدم تا اونجا رو بتونه نشون بده، ولی
چیزایی که تو شهرشه اینا رو میخوام بیشتر بهتون نشون بدم، خیلی جای قشنگیه و اینکه امیدوارم زیاد ویدیو طولانی و خسته کننده نشه براتون که بتونید تا آخر ببینین. بعد حتما نظراتون هم در مورد ماندال بهم بگین. اونقدرم که میگن نروژ هواش سرده، سرد نیست، شاید هم سرد باشه ولی ما عادت کردیم هواش. رسیدیم اینجا، اینجا رو هم تازه درست کردن، همونجور که میبینی هنوز حفاظاش هست. قبلا اینجوری نه، من اومدم اینجا موقعی که داشتن درست میکردن. بعد هنوزم تابستون شروع نشده، میبینی که خیلی ماشین اومده و خیلی اینجا پرتر میشه، انقدر پر میشه که مردم جا ندارن بمونن. یه خیابونی هست اون بغل، اونجا چیز میکنن ماشیناشون رو پارک میکنن و اقامت میکنن توی چند روزی. بعد اینجا هم یه چند تا خونه هست که مردم میتونن اجاره کنن توش اقامت کنن که ولی دیگه هنوز تابستون نشده. مردمی حالا یا از کشورهای دیگه یا از شهرهای دیگه اومدن اینجا برای اقامت و خوشگذرونی. خلاص همونجوری که گفتم اینجا رو تازه درست کردن. بعد از بغلش که داشتم رد می‌شدم آقا قشنگ درست کردن، گفتم از داخلش هم یه فیلم بگیرم که هر آسفالتی که می‌بینی اینجا پارک یه دونه از ماشیناست. بعد اکثرا پرچمشون هم زدن کمپین که بدونن مال کجا هستن، راحت‌تر با هم دیگه کانکت بشن. حالا اونایی که اومدن اینجا میخوان چند روزی بمونن. از سمت ساحل که اومدن بیرون و از تو این خیابونه، یه خیابونه خیلی قشنگیه که خیلی سرسبز، آدم وقتی با ماشین میاد ازش رد میشه، از تو این خیابونه رد میشه خیلی لذت میبره چون خیلی سرسبز و خیلی طبیعت خیلی پر از درخت و جنگل و طبیعت قشنگیه، آدم لذت میبره. بعد اون یکی خیابونی هم که گفتم، اون یکی ساحلی هم که گفتم، این یه دونه از جاهایی که بهش راه داره، یعنی اینو آدم مستقیم تو ته بره میرسه به اون ساحلی که شنه سفید رنگ داره که فرق میکنه شنش. بعد آره دیگه، چون گفتم این خیابون خیلی قشنگه اینجا رو بهتون نشون بدم ولی الان خیلی شلوغه، نمیشه آدم برای وسط خیابون وایس فیلم بگیره، ولی چون دوست دارم ببینیم میخوام این حرکت رو انجام بدم. الان یه خورده از این پیچ اول رد بشن که مردم منو ببینن میتونم برم نشونش بدم. آره اینم جادهشه، کم کم داره درخت شکوفه میزنه، برگاشو میاد بیرو که قشنگتر و قشنگتر میشه روز به روز. مدرسه است، پشتش هم یه مدرسه دیگه است. بعد این برم که استخر و دیگه کوهنوردی و والیبال و باشگاه بدنسازی و ژیمناستیک داره. بیرونش هم که پیست اسکیت اون جلوه، پیست اسکیت و حالا دوچرخه هم میشه توش استفاده کرد. بعد زمستون هم اینجا این زمین یخ میزنه، باش اسکیت رو یخ دارن و خیلی چیزای دیگه، زمین فوتسال و گیمناستیک و از این چیزا. بش بخیر 6 ماه یا حدودا 7 ماه تو این مدرسه درس خوندم. روزه اولی که اومده بودم نروژ فکر کنم سالهای 2016 بود. بعد خیلی دانش آموزای خوب و مهربونی داشتن، زودم اینجا رفیق پیدا کردم. هم روز اولی شروع کردم توش دوست پیدا کردم، رفیق پیدا کردم، حالا اسمش هم به اسم ماندال بولندال سکوله. بعد اینجا هم یادش بخیر پینگ پونگ بازی میکردیم. اینجا هم یه عکس قدیمی دارم که همون سالهای 2016 بود گرفته بودم. بس آره دیگه، من فقط یادی از خاطرات قدیمی کنم، اومدم یه سر اینجا، گفتم اینجا رو بهتون نشون بدم. لایک و کامنت یادتون نره حتما. اگه سابان بالا رفت، ساپورتا بالا بود، میرم بقیه شهر نروژ هم بهتون نشون میدم. 100% این کارو میکنم، بهتون قول میدم. خلاصه اگه دوست داشتید که جای دیدنی و یا شهر نروژ رو با هم دیگه ببینیم که حتما کانال منو سابسکرایب کنین و ساپورت هم کنین که بدونم دوست دارین بقیه شهرها رو هم ببینین که با هم دیگه بریم اونجا هم ببینیم با هم دیگه. حالا سه این بود از ویدیو امروزمون به عنوان اولین ویدیو، امیدوارم که خسته کننده نباشه، چیزی کم و کس نداشته باشه. خدا کنه که خوشتون اومده باشه. یه حرفی برای گفتن ندارم، تا ویدیو بعد شما رو به خدا میسپارم.